عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت تمامی مخاطبین برنامه سیوی تاک که توسط انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشه و همینطور خیر مقدم دارم خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر آبچک. خیلی خوشحال هستیم که امشب در خدمت ایشون هستیم. یه تشکر خیلی ویژه باید داشته باشم از ایشون که علیرغم اینکه میدونم دغدغه‌های و مشغله‌های بسیار زیادی دارن ما رو قابل دونستند و در نهایت خضوع دعوت ما رو اجابت کردن. خیلی خیلی از ایشون تشکر میکنیم و خیلی خوشحالیم که امشب ایشون از دانشمندان بنام و برجسته کشورمون در سطح بین‌الملل هستن رو در میان خودمون داریم و انشاءالله بتونیم با کمک ایشون گام هرچند کوچکی در راستای ارتقای علم و دانش در واقع جوانان این سرزمین داشته باشیم. قبل از اینکه از سخنان ایشون بهره مند بشیم، من فقط یه نکته رو عرض بکنم خدمت مخاطبین محترم که اگر احیانا سوالی دارن میتونن در چت باکسی که تعیین شده در واقع گوشه سمت راست تایپ بکنن. در انتهای برنامه برای اینکه در واقع رشته کلام از خارج نشه از دست ایشون، در انتهای برنامه از ایشون پرسیده میشه که بتونیم حداقل وحدت رویه در واقع وبینار رو حفظ بکنیم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، خواهش می‌کنم بفرمایید. خیلی ممنون آقای ابراهیمی برای معرفی، خوشحالم در خدمت شما هستم. ممنون از بچه‌های انجمن علمی عمران شریف که این برنامه رو برگزار کردن. درسته مشغله ها زیاده، ولی این برنامه ها از خیلی کارهای دیگه مهمتره. فرصت برای دعوت برای سمینار و اینها زیاد هست، ولی بهترین برنامه ها برنامه هایی که توسط دانشجو و برای دانشجو برگزار میشه و من خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. من فکر میکنم وقتی روی فول سکرین مود برم این صفحه رو دیگه نمیبینم، چت باکس هم نمیبینم، ولی بعداً به سوال ها نگاه میکنم حتماً. امروز میخواستم در مورد یه مجموعه از کارهایی که ما انجام دادیم در زمینه آنالیزهای حدی و نایستایی یا نان استیشنری اکستریم والیو انالیسیس صحبت کنم که بیشتر چیزی که ارائه میکنم قسمتی از تز خانم الیزا رنیو بود که الان استاد دانشگاه دلفت در هلند هستن و یه سری دیگه از دانشجوان، خانم لین لین چنگ که استاد آرکانسا هستن و آقای مشتبه صادق که الان استاد بویزی استیت هستن و یه دی دیگه که حالا اسمشون اینجا هست، همکاران عزیز در جاهای مختلف و اتفاقا خانم آنس البرزی هم که از فارغ التحصیلان دانشگاه خودشون هست. غیر از بحثم در زمینه اکستریم ها، در انتهای بحثم یه مقداری در مورد بعضی موضوع هایی که شاید جای کار داشته باشه صحبت میکنم، چون بیشتر سوالایی که از من میشه غیر از حالا اپلای کردن برای دکترا بیشتر در مورد بحث موضوع تز هست. حالا یه مقدارم در مورد اونها در انتها صحبت میکنم. قبل از اینکه وارد مدل و متد بشیم، بذارید یه نگاهی به چند تا دیتای مختلف بندازیم. اگه یادتون باشه فکر کنم بهار 98 ما سیلاب‌های زیادی اتفاق افتاد و یکیش در گلستان، استان گلستان. ما اگه به همون منطقه اطراف گرگان به دیتای بارندگی نگاه کنیم، یه پترن جالبی می‌بینیم. این بالا سمت چپ ما بارندگی سالانه رو داریم میبینیم که به مرور حالا حداقل در این دوره آماری اینجا از حدوداً 1950 تا الان یه روند کاهشی نسبی نشون میده بارندگی کل، ولی در این حال ما اون گراف آبی پایین رو که نگاه میکنیم اکستریم های بارندگی یا انوال مکسیما هست، یعنی در هر سال نگاه میکنیم به موست اکستریم و اینها رو کنار هم بذاریم، برعکس یه روند تقریبا افزایشی داریم میبینیم، به خصوص اون موقع که این سیلاب ها اتفاق افتاد مقدار بارندگی یه رکوردی بود که ما هیچ وقت در گذشته ندیدیم. و هر دوتای اینها، چه کل بارندگی و چه اکستریم ها، یه سری تغییرات قابل توجه رو داره نشون میده که ما عموما در آنالیز های ریسک به خاطر ساده سازی هایی که میکنیم اینها رو در نظر نمیگیریم و تغییرات زمانی رو در نظر نمیگیریم. اصطلاحا مثلا وقتی میخوایم سیل 100 سالمون رو حساب کنیم یا بارندگی 100 سالمون رو حساب کنیم، بارندگی روزانه 100 ساله، اثر تغییر دیستریبیوشن یا تغییر متوسط رو در طول زمان در نظر نمیگیریم. حالا یه بحثای زیادی در این زمینه در مقالات هست، این بحث نان استیشنری
نان استیشنریتی که اشاره کردم، این بحث تغییراتی که حالا میشه اونو بر اساس زمان تعریف کرد، تغییرات مثلا اکستریم ها در طول زمان، یا حالا حتی تغییرات بر اساس یک سری عوامل فیزیکی که بعدا در ارتباط باش صحبت میکنم. اگه ما این تغییرات رو در نظر نگیریم، اصطلاحا استیشنری داریم به اکستریمامون نگاه میکنیم، که فکر میکنم بهترین ترجمه ایستایی باشه، و نان استیشنری نایستایی. در مقالات اگه نگاه بکنین، ادعی هستن که میگن که خب این حالت ایستایی، آنالیز ایستایی که ما تغییرات اکستریم ها رو در نظر نگیریم دیگه تقریبا مرده و ما باید به روش های جدید نگاه بکنیم. از طرفی هم ادعی دیگه هستن که میگن نه، درسته که حالا یه سری مسائلی وجود داره از جمله تغییرات اکستریم ها، ما همچنان مدل های ایستاییمون ممکنه بتونه جواب بده حالا با یه سری تغییراتی شاید. این داستان خب خیلی طولانی است، افراد مختلف مطالب زیادی در این زمینه نوشتن. فقط قبل از اینکه من وارد نظرات خودم بشم، خواستم فقط اشاره بکنم که افراد مختلف با ایده های مختلف در فیلد هستن. حالا اگه یه مقدار ما بخوایم به این قضیه دقیق تر نگاه کنیم، اول از همه میخوام چند تا تعریف کلی رو انجام بدم، چند تا تعریف کلی که مطمئن شم همه اون بک‌گراند لازم رو دارن، و مدل هایی هم که من ارائه میکنم فقط برای هیدرولوژی نیست، بلکه مدل هایی که تو همه فیلد ها میشه ازش استفاده کرد. قبل از هر چیزی، ما وقتی میخوایم اکستریم ها رو یا اکستریم ها رو آنالیز کنیم، معمولا به یه روشی احتیاج داریم که اکستریم ها رو استخراج کنیم. حالا روش های معمولی وجود داره، مثلا انوال مکسیما یا اصطلاح دیگه بلاک مکسیما بهش میگن، شاید ترجمه خوب فارسی هم براش داشته باشیم، الان من خاطرم نیست. تو این روش اگه شما مثلا فرض کنید دیتای روزانه یه دبی رودخونه داریم، دیسچارج روزانه، ما هر سال تو سال یک اون بزرگترین عدد رو پیدا میکنیم، مثلا 26000 CFS cubic feet per second، این میشه عدد سال اول ما. سال دوم دوباره بزرگترین عدد، سال سوم بزرگترین عدد. این بزرگترین عددهای هر سال رو استخراج میکنیم، بهش میگیم annual maximum. و در statistics هم مدلی هست به اسم generalized extreme value distribution یا GEV که برای این آنالیز ها به کار میره. یعنی وقتی انوال مکسیما رو در میاریم با دیستریبیوشن جی وی میتونیم این آنالیز کنیم، مثلا سیل 100 ساله یا بارندگی روزانه 100 سالمون رو در بیاریم. روش دیگه اینه که ما به جای این که بزرگترین عدد هر سال رو در بیاریم، یک ترشهولدی رو در نظر بگیریم که منطقیه. مثلا شما یه رودخونه ای دارین، این رودخونه یه ظرفیتی داره، فرض کنین 15000 CFS یا متر مکعب بر ثانیه، فرقی نمیکنه. شما میدونین اگر آب از این مقدار بیشتر بشه سیل جاری میشه. خب این میتونه یه ترشهولد منطقی باشه برای اینکه شما اکستریم هاتون رو استخراج کنید. با این روش دوم که با قرمز نشون دادم، ممکنه تو یک سال، مثلا اینجا سال دوم، هیچ عددی استخراج نشه، تو سال اول بیشتر از یک عدد استخراج بشه. به این روش میگن partial duration یا peak over threshold، توی لیتریچرهای مختلف اصطلاحات مختلف استفاده میشه. و برای این اکستریم ها هم generalized Pareto distribution رو داریم یا GPD که باهاش میشه اکستریم ها رو آنالیز کرد. این دوتا پرکاربردترین روش ها برای سمپل کردن اکستریم ها. حالا البته خیلی جزئیات داره توی این روش annual maxima. اگر یه سالی سال مثلا خیلی خشکی باشه و اون عدد سیل ما عدد واقعا نان اکستریمی باشه، یعنی اکستریم واقعی نباشه، ممکنه مشکلاتی ایجاد بکنه. partial duration هم به اون threshold یا اون حدی که انتخاب میکنیم حساس هست، اینکه چه لولی رو انتخاب کنیم برای استخراج کردن اکستریما که خودش داستانهای خودشو داره، که حالا یه مقدار از موضوع امروز ما خارجه. حالا فرض کنیم که ما انوال مکسیما داریم، گفتم که دو تا یکیش انوال مکسیما یا همون بلاک مکسیما هست. این معادله هم که اینجا هست همون دیستریبیوشن جی ای وی یا جنرالایزد اکستریم والیو دیستریبیوشن. این در واقع ترکیبی از سه تا دیستریبیوشن مختلفه که خیلی خیلی پر استفاده است در هیدرولوژی و در فیلدهای دیگه همینطور، و سه تا هم پارامتر داره. اگر ما یه
داده مثلا بارندگی یا دما یا هر چیزی که داشته باشیم میتونیم این دیستریبیوشن رو فیت کنیم که از روش مثلا اون دمای 100 ساله یا بارندگی 100 سالمون رو حساب کنیم، که این کار خیلی راحت براش کدهایی هم در مطلب و جاهای دیگه در همه این زبان ها هست و نیازی هم شما به ایکویشن ندارین، به یک خط کد این کار رو برای شما انجام میده. حالا وارد اون جزئیاتش نمیشیم، ولی به این ترتیب که اگر ما فرض ایستایی داشته باشیم یا stationary assumption یا ایستایی، این سه تا پارامتری که ما اینجا داریم، location، scale و shape، این اسم سه تا پارامتره، اینا همه سه تا عدد ثابت میشه، یعنی در طول زمان تغییر نمیکنه، سه تا عدد ثابته، مثل نورمال دیستریبیوشنی که یک اوریج ثابت داره و یه استاندارد دیوییشن ثابت، به یه همچین شکلی. حالا اگر ما یه جایی دلایلی بر تغییرات داشته باشیم، مثلا این دما هست، خب دما هم تقریبا همه جای دنیا یه تغییرات قابل توجهی نشون میده و افزایش زیادی داشته، یه سری جاها همونطور که نشون دادم بارندگی کم شده، یه سری جاها هم اکستریما زیاد شده، و توی روش هایی که الان ما به صورت استاندارد تقریبا بیشتر جاهای دنیا از جمله تو همین آمریکا، این کرف های اصطلاحا فلات فریکونسی مال سیلاب که سیل 100 ساله و 50 ساله و اینا رو نشون میده، یا حتی این کرف های این نمودار های شدت مدت بارش، همه بر اساس همین stationary assumption هست یا فرض ایستایی، که هیچی در طول زمان تغییر قابل توجهی از نظر استاتیستیکی نمی‌کنه. تغییرات داریم ولی از نظر استاتیستیکی فرض می‌کنیم که استاتیستیکس اکستریمامون تقریبا ثابت می‌مونه به مرور زمان. این خب فرض استیشنری ما هست در جی وی. حالا اگر ما بخوایم این تغییرات زمانی رو در نظر بگیریم، یعنی بگیم که خب ما اینجا دما داریم که دما داره در طول زمان نسبت به زمان در محور ایکس ما سال هست، زمان داره زیاد میشه، مثلا این تغییرات رو میخوایم به صورت یک خط، یه لینیر فانکشن یا حتی نان لینیر نشون بدیم که داره افزایش پیدا میکنه. اگه بخوایم یه مدل نان استیشنری یا نایستایی داشته باشیم، یعنی حداقل یکی از پارامترامون، شاید هم هر ستاش، بعد یه فانکشنی یه تابعی از زمان بشه، تو این شکل چون ما داریم تغییرات رو نسبت به زمان نگاه میکنیم. پس به جای اینکه ما سه تا پارامتر ثابت در بیاریم، مثلا یکی از پارامترامون، فرض کنیم این پارامتر اول لوکیشن که مثل اوریج میمونه، تقریبا مثل متوسط دیستریبیوشن میمونه، یه فانکشنی از زمان میشه که یه مثال خطی هم این پایین گذاشتیم، یعنی این میوتی در واقع تابعی از زمانه که یک شیب داره، میو 1 تایمز تی پلاس میو 0، که در واقع میگه که به جای یک دونه پارامتر ثابت لوکیشن، به جای یک دونه ثابت، ما دو تا استفاده میکنیم، یکیش این دو تا در واقع اون پارامترهای خط هستن که یکیش شیب خطه و یکی اینترسپت. به همین ترتیب میتونه بقیه پارامترها هم تابعی از زمان باشه به صورت خطی یا غیر خطی. البته ما در فیلد هیدرولوژی حداقل ما دیتا هامون محدوده، به ندرت حتی 80 سال 100 سال دیتا داریم، به خاطر همین معمولا پارامتر شیپ که در واقع شکل دیستریبیوشن رو نشون میده رو ما معمولا تابع زمان یا تابع چیز دیگه نمی کنیم، چون پارامتر خیلی حساسی هست. اغلب لوکیشن یا اون متوسط یا اوریج هست که تغییر میدیم، و گاهی وقتا سکیل مثل اون اصطلاحات تغییرات یا وریبیلیتی رو نشون میده، که خیلی جاها ما شواهدی برای تغییرات در وریبیلیتی هم داریم. پس به این ترتیب میتونیم یه مدل ایستایی رو تبدیل به مدل نایستا بکنیم با آوردن یک تابعی از زمان یا حالا یک عامل فیزیکی. چیزی که در بیشتر
مقالاتی که شما ممکنه پیدا کنید در زمینه ناایستایی اینه که یک چیزی رو تابعی از زمان در نظر میگیرن، مثلا دما تابعی از زمان یا اکستریم های سیل تابعی از زمان، در حالی که خیلی وقتا زمان، خب درسته ما تغییرات رو نسبت به زمان میتونیم ببینیم، ولی خیلی وقتا تغییراتی که ما میبینیم یک تغییرات فیزیکی، یعنی در نتیجه یک سری عوامل پروسس بیسد اصطلاحاً، یه سری عوامل فیزیکیه. مثلا در مورد دما ما میدونیم دما به میزان دیوکسید کربن اتمسفر وابسته است و هرچی این دیوکسید کربن زیادتر بشه دما به نسبت واکنش نشون میده و افزایش پیدا میکنه. حالا اینجا در محور دوم خط قرمز دیوکسید کربن اتمسفر رو نشون میده. یک چیزی که ما توی این مقاله ارائه دادیم این بود که غیر از اینکه حالا ما به زمان میتونیم نگاه کنیم به عنوان یک عامل مهم، شاید بد نباشه به جای زمان به عوامل فیزیکی نگاه بکنیم که اون عوامل فیزیکی هستن که درایور واقعی یا عامل واقعی اون تغییرات هستن. پس این پارامترهای ما به جایی که یه تابعی از زمان باشن، مثلا تو این کیس تابعی از دیوکسید کربن در اتمسفر قرار میگیره. شکل تابع دوباره میتونه خطی باشه یا غیر خطی باشه. حالا اینجا یه مثال دیگه من زدم اینجا، میبینی که مثلا لوکیشن به صورت خطی، حالا اسکیل میتونه نچرال لاگش به صورت خطی مدل بشه، یا حالا اون دیگه بستگی داره که ما چی رو داریم مدل میکنیم و چه تابعی تغییرات رو بهتر نشون میده. ما بر اساس این ایده یک مدلی رو دیولپ کردیم به اسم پرونیوا or Process Informed Non-Stationary Extreme Value Analysis، پرونیوا. این البته یه ورژن اولیه داشت به اسم نیوا که یکی از دانشجویان سابق خانم لین لین چنگ دیولپ کرده بود. تو اون ورژن تغییرات رو بیشتر زمانی نگاه میکردیم، توی ورژن جدیدش که از تقریبا 2-3 سال پیش آنلاین هست، تو وبسایت من هم سورس کد در دسترس هست و هم یک حالت پکیج اکسیکیوتیبلش، این پروسس اینفورمد در واقع میاد به ما این امکانو میده که برای آنالیز اکستریم ها پروسس های واقعی، درایور های واقعی رو بیاریم داخل آنالیز. به این شکل هست که خب البته فقط برای نان استیشنری نیست، یعنی آنالیز های استیشنری معمولی رو هم میشه باش انجام داد. ما دیتا حالا هر چیزی میتونه باشه، میتونه دیتا میتونه مربوط به زلزله باشه، میتونه در مورد کیفیت آب باشه، هوا باشه یا هر چیز دیگه، لزوما مربوط به هیدرولوژی نیست، خیلی جنرال نوشته شده و سن و دیستریبیوشن مختلف اکستریم ولیو انالیسیس که زیاد استفاده میشه در اون به صورت بیلت این فانکشن هست. مدل خودش یه روش هایی داره برای تست کردن استیشنری و نان استیشنری که این اصلا دیتایی که ما داریم ایستایی هست یا نایستاییه، هم تغییرات متوسط مکانی رو در نظر میگیره و هم وریبیلیتی که چه تغییراتی میکنه، آیا بعد اونو نایستایی در نظر گرفت یا ایستایی، و بعد از اون یوزر باید تصمیم بگیره که میخواد تغییرات رو نسبت به زمان نشون بده یا تغییرات رو نسبت به یک درایور فیزیکی. حالا یه مثال هایی هم از اون نشون میدم بعدن. و آنالیز که انجام میشه یه مدل بیجیان هم هست برای فیت کردن و استیمیت پارامترها. مدل هایی که به صورت بیلت این وجود داره همون جی ای وی یا جنرالایزد اکستریم ولیو مدل که اشاره کردم، جی پی یا جنرالایزد پاریتو برای حالتی که ما یه ترشهولدی داریم و اکستریم های بالاتر از ترشهولد رو داریم نگاه میکنیم، و مدل لاگ پیرسون تایپ 3 که خیلی مدل پر استفاده است به خصوص برای آنالیز سیل، که البته همین مدل ها برای چیزهای دیگه استفاده میشه، برای سی لول رایز، برای سطح دریاها، برای امواج دریا خیلی استفاده میشه، برای دما و تو فیلد های دیگه همینطور، حتی در بیولوژی و بقیه فیلد ها اینها مدل هایی است که خیلی زیاد برای اکستریم ولیو ها استفاده میشه. و اینکه حالا تغییرات به چه شکله،
گفتم تغییرات یا میتونه زمانی باشه یا نسبت به یک چیزی، یه عامل فیزیکی. این تغییرات میتونه لینیر باشه یا نان لینیر باشه. این مدل ها، این سه نوع مدل به صورت بیلت این وجود داره داخل کد، ولی یوزر میتونه خودش هم هر مدلی که خواست اضافه بکنه چون سورس کد در دسترس هست. و این مدل یک روش مونتی کارلو سیمولیشنی و بیژین رو استفاده میکنه برای استیمیت پارامترها، که یه ایده خوبی از عدم قطعیت پارامترها هم به ما میده. یعنی ما میتونیم مثلا فرض کنیم اگه میخوایم سیل 100 ساله رو حساب کنیم، سیل رو که حساب کردیم 100 ساله رو، یک حد بالا و حد پایین منطقی هم براش در بیاریم بر اساس دیتاهایی که داریم. و این مدل هم قسمت بیژن MCMC اپروچش رو آقای دکتر مشتبه صادق دیولوب کرده، که یه قسمتی از یک پکیج دیگه هست که حالا یه اشاره در ادامه صحبت هم بهش میکنم. و همچنین یه سری متریک هایی وجود داره برای اینکه ما تست کنیم ببینیم که این فیت ما فیت خوبی هست یا نه. یه سری متریک های بیژن و یه سری متریک های متعارف. و چیزی که به ما میده مدل در واقع اون گراف ریترن لول ورسوس ریترن پریود، یعنی به ما میگه که مثلا فرض کنین ریترن پریود 100 ساله ما عددش چقدر، سیل باشه حالا دما باشه یا هر چیز دیگه، چه برای حالت استیشنری مثال سمت راست، چه نان استیشنری مثال سمت چپ استیشنری، سمت راست نان استیشنری. غیر از این مدل هایی که اشاره کردم، دو نوع روش دیگه هم داخل این پکیج وجود داره. یک روشی به اسم expected waiting time هست که حالا من وارد تئوریش نمیشم، فرصت خیلی برای اون نداریم. این روش نشون میده که چیزی که ما امروز مثلا بهش میگیم سیل 60 ساله، با در نظر گرفتن تغییرات زمانی نان استیشنری تبدیل به چی میشه. مثلا فرض کنید یه چیزی که 60 ساله است ممکنه بشه یه سیل مثلا فرض کنین 35 ساله، یعنی بیشتر اتفاق بیفته. و همچنین یه کانسپت دیگه به اسم effective return level که باز هم فرصت نیست وارد تئوری این بشیم، این یه روش دیگه است، یه کانسپت دیگه است، ولی چون به هر حال این کانسپت هم استفاده داره، اینا همه رو داخل پکیج آوردیم که اون یوزر بتونه دیدهای مختلفی رو داشته باشه و تصمیم بگیره که اکسیریم ها رو چه جوری میخواد آنالیز بکنه. همونطور که گفتم سورس کد رو از این لینک میتونین دریافت کنین، ولی اونهایی که خیلی نمیخوان با کد سر و کار داشته باشن میتونن این ورژن رو استفاده کنن که گرافیکال یوزر اینترفیس داره و شما فقط دیتا رو لود میکنین، انتخاب میکنین چه مدلی رو باید استفاده کنین، استیشنری یا نان استیشنری، و یک یوزر منوال هم هست که توضیح میده چجوری این رو میتونیم به کار بگیرین. و خود پیپر هم در داخل این زیپ فایل هست و مثال، حتی دیتا سمپل دیتا هم داخل هست که بخواییم پکیج رو امتحان کنیم بتونیم به راحتی اون رو تست بکنیم. و همونطور که گفتم میتونیم از این روش استفاده کنیم برای اینکه مثلا یه سیل نان استیشنری 100 ساله رو با چیزی که ما به طور متعارف به عنوان سیل 100 ساله بهش نگاه میکنیم بر اساس روش های استیشنری مقایسه بکنیم. حالا من دو تا مثال مختلف به شما نشون میدم. در آمریکا خیلی جاها اگه ما به دیتاهای بارندگی نگاه کنیم میبینیم که تغییرات قابل توجهی توی اکستریما هست. اینجا چند تا مثال مکانی و یه مثال زمانی در دوره های مختلف زمانی اینجا داریم، از یک ساعته تا 24 ساعته، و ما میبینیم که خب تغییرات اکستریم ها نسبتاً قابل توجه خیلی جاها. و همونطور که گفتم در استانداردها و کدهای کلیم که ما برای دیزاین و ریسک اسسمنت استفاده میکنیم، این تغییرات زمانی اکستریم ها در نظر گرفته نمیشه. مثلا در منحنی های شدت مدت بارندگی، حالا من یک مثال به شما نشوندم که چرا این قضیه مهمه. قبل از هر چیزی منحنی شدت مدت بارندگی IDF Intensity Frequency Duration
به این شکل هست که ما یه کروی داریم، یه طرف مدت بارندگی دیوریشن رو نشون میده، یه طرف هم مقدار بارندگی رو نشون میده، و ما فریکونسی رو معمولا به صورت یک خط دیگه اینجا نشون میدیم، مثلا 25 ساله 100 ساله. و برای اینکه اینو در بیاریم، کاری که ما میکنیم مثلا بارندگی های یک ساعت همون رو آنالیز میکنیم، انوال مکسیما اگه یادتون باشه موست اکستریم هر سال رو در میاریم، جی ای وی دیستریبیوشن رو بهش فیت میکنیم، اغلب به صورت استیشنری، تغییرات رو در نظر نمیگیریم، و بر اساس اون بارندگی 100 سالمون رو حساب میکنیم. بعد برای 2 ساعت همین کار رو تکرار میکنیم، 3 ساعت همین کار رو تکرار میکنیم، این نقاط رو به همدیگه وصل میکنیم، میشه خط مثلا 25 ساله 100 ساله و غیره. اینجوریه که ما به طور متعارف منحنی شدت مدت رو در میاریم برای هر منطقه، در حالی که خب ما ممکنه تغییراتی داشته باشیم در بارندگی. وقتی تغییرات داریم یعنی این که دیستریبیوشن ما یا اون توزیع ما داره تغییر میکنه، یه چیزی به این شکل. پس پارامترهای دیستریبیوشن هم قاعدتا باید تغییر بکنه. حالا ما میخوایم این تغییرات رو بیاریم داخل منحنی شدت مدت ببینیم به چه شکل میشه. خب چه راههایی وجود داره؟ فرض کنین که یه راهش اینه که ما خب توی دیتاهای هیستوریکال یا دیتاهای observation داده های تاریخیمون این کار رو انجام بدیم و زمان رو بیاریم وسط. ولی فرض کنیم که ما میخوایم یک ایده ای هم از آینده داشته باشیم، یه راهش اینه که خب مدل های اقلیمی رو استفاده کنیم. فرض کنیم ما 40 تا 50 تا مدل رو استفاده میکنیم، این مدل ها هر کدوم به ما یه چیزی میگن و با هم هم متفاوتن، معمولا این مدل ها با هم اختلاف هم زیاد دارن. ما اگر به مدل‌های آینده نگاه بکنیم و از هر کدوم با روش نایستایی یک کروی برای شدت مدت در بیاریم، یعنی و همین کار رو برای داده‌های گذشته، داده‌های تاریخمون هم انجام بدیم، مثلا این خط قرمز، میتونیم چیزی که آینده به ما، مدل‌ها برای آینده به ما میگن، با گذشته به طور نسبی مقایسه کنیم. به چه شکل؟ یعنی اگر ما فرض کنیم به بارندگی روزانه داریم نگاه میکنیم و عدد 100 ساله ما اینجا RL return level ماست، مثلا فرض کنیم 10 میلیمتر در روز یا حالا هرچی، یا 50 میلیمتر بستگی داره کجای دنیا باشیم، این یه عددی به ما میده برای بارندگی 100 ساله ما. اگه به مدل های اقلیمی نگاه کنیم همین عدد ممکنه به ریترن پریود های مختلفی بخوره، ممکنه 150 ساله باشه توی یه مدل، توی یه مدل دیگه ممکنه 30 ساله باشه یا 20 ساله باشه. ما اومدیم یک روشی رو ارائه دادیم که ما بتونیم هم دیتاهای قدیمی رو به صورت نایستایی نگاه بکنیم، هم از دیتاهای آینده کمک بگیریم برای آپدیت کردن منحنی های شدت مدت، که اخیراً در منوال شماره 140 ASCE هم این متد وارد شده. و تو این روش ما انگار که ما یک بیسلاینی اصطلاحاً از دیتاهای تاریخی برای منحنی شدت مدت داریم، از مدل‌های اقلیمی استفاده می‌کنیم که آینده رو نسبت به گذشته مقایسه کنیم و اینها رو می‌ذاریم، اضافه می‌کنیم به دیتاهای گذشتمون و از روی اونها تغییرات ریتم پیود رو در میاریم. حالا من یک مثال برای شما بزنم، اول یه مثال از سان فرانسیسکو و بعد برمیگردیم به همون مثال گلستان که اول صحبت بهش اشاره کردم. این نشون میده که اینجا برای گراف برای شهر سان فرانسیسکو هست، این خط آبی منحنی شدت مدت بر اساس اون روش های متعارف ایستایی که ما همیشه انجام میدیم. این دیتا تو آمریکا توسط نوآ یا National Oceanic and Atmospheric Administration برای همه جای کشور تولید میشه و همه از این منحنی ها برای دیزاین، برای طراحی سازه ها و برای آنالیز ریسک و غیره استفاده می کنن. یعنی خیلی چیز مهمی هست دیگه، برای اغلب کارهای پروژه های واقعی بعد از این کرف ها قانونا همه بعد از همین کرف ها استفاده کنن. حالا ما اومدیم گفتیم که اگه ما به دیتا های آینده نسبت به گذشته نگاه کنیم و اینها رو به شکل نایستایی، یعنی تغییرات رو هم در نظر بگیریم، ما این خط قرمز رو به دست میاریم. همونطور که می‌بینید قرمز از خط آبی بالاتره، یعنی اینکه خط آبی تا حدی اکستریم هامونو آندر استیمیت اصطلاحا هم می‌کنه، یعنی
پایین تخمین میزنه، تخمین دقیقی به ما نمیده احتمالاً، به خصوص که تغییرات رو در نظر نمیگیره و پروجکشن های آینده هم خب طبیعتاً نداره. این به ما این اجازه رو میده که ما ببینیم که چیزی که امروز ما بهش میگیم مثلا سیل 100 ساله یا 50 ساله یا بارندگی 50 ساله در آینده چه چیزی خواهد شد. این با کرو سمت راست، بالا سمت راست این قضیه رو توضیح میده. شما اگر یک مثلا یه ترشهولدی رو در نظر بگیرین، فرض کنین بارندگی 125 میلیمتر در روز. 125 میلیمتر در روز در داده های امروزی ما در شهر سان فرانسیسکو یه بارندگی روزانه 50 ساله حساب میشه. ولی این روش نشون میده که اگه ما به دیتاهای آینده هم بخوایم نگاهی داشته باشیم، یعنی تغییرات اقلیمی رو بیاریم وسط، همین چیزی که امروز باش پیش میگیم 50 ساله یه چیز حدود 30 ساله است وقتی اونو میبریم روی کرو قرمز. این نشون میده که چیزی که ما میگیم 50 ساله بیشتر اتفاق میفته، یعنی هر فرض کنین 30 سال اتفاق میفته، یعنی فریکونسیش بیشتر میشه، بیشتر رو خواهد داد از اون چیزی که ما انتظار داریم و به خاطر همین ریسک ما خیلی شاید بیشتر از اون چیزی باشه که فکر میکنیم. این کار ما باید جاهای مختلف انجام دادیم. اینجا شما شهرهای مختلف رو میبینین، تقریبا بعضی جاها درسته فیوچر و آینده و گذشته خیلی شبیه هم هست، مثل شهر ریورساید این وسط، ولی خیلی جاهای دیگه ما میبینیم که وقتی تغییرات میاد وسط، خط قرمز بالاتر از خط توسی است، یعنی اینکه ریسک ما داره بیشتر میشه. اگه ما تغییرات رو در نظر نگیریم، تغییرات رو اکستریم ها رو در نظر نگیریم، مقدار ریسکمون رو آندر استیمیت میکنیم اصطلاحا. این قضیه جدیداً توجه خیلی زیادی به خودش گرفته، به خصوص تو همین آمریکا. حالا کالیفرنیا اولین ایالتیه که قرار شده ما براش تمام منحنی های شدت مدت رو آپدیت کنیم از اول و همه چی بر اساس این مدل های جدید انجام بشه. بقیه ایالت ها هم خیلی ها دارن روی این قضیه فکر میکنن و من مطمئنم در آینده بیشتر همچین چیزهایی خواهیم دید. حالا این گراف هایی که اینجا هست شاید یه ذره شلوغ باشه، ولی در واقع نتایجی که ما اینجا میبینیم داره به صورت خلاصه نشون میده. بذارید مثلا فرض کنیم به یک شهر نگاه کنیم مثل سان دیگو که اولین مثال هست. این خط 50 در واقع چیزی هست که ما امروز بهش میگیم سیل 50 ساله. نشون میده که ما اگر یک سناریوی آینده، حالا توی این مثال خاص RCP 4.5 برای فیوچر سیمولیشن ها نگاه بکنیم، چیزی که ما امروز بهش میگیم 50 ساله یه چیزی تقریبا 40 ساله میشه، یعنی اینکه بیشتر از اون چیزی که انتظار داریم اتفاق میفته. همونطور که گفتم بله، بعضی جاها شاید تغییرات خیلی زیاد نباشه، ولی تو خیلی جاها آمار و ارقام نشون میده که اکستریم های ما بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم اتفاق میفتن و همین ها رو میشه به چیزی شبیه سیفتی فاکتور اصطلاحاً تبدیل کرد، یعنی اینکه ما اون چیزی که امروز به اسمش جدت مدت داریم چقدر باید تغییر بدیم تا بتونه اثرات احتمالی تغییر اقلیم رو در نظر بگیره. در واقع اون میشه کرو پایین سمت چپ که بر اساس نسبت هر رخداد فریکونسی نسبت به ورژن هیستوریکالشه. اگه یادتون باشه اول صحبت دیتاهای گلستان رو نشون دادم خدمتتون. این خط آبی انوال مکسیمای رینفال رو داره نشون میده، بارندگی رو نشون میده، یعنی ما هر سال در دیتاهای روزانه 24 ساعته بزرگترین عدد رو از هر سال استخراج کردیم. همونطور که میبینین تغییرات رو به رشدی داره در این استان و ما همین کار رو اومدیم انجام دادیم. فقط اینجا ما دیگه اصلا تغییر اقلیم و در واقع سیمولیشن های آینده رو هم حتی گذاشتیم کنار، فقط به دیتاهای گذشته نگاه کنیم ببینیم اگر ما همین بارندگی 100 سالمون رو به صورت ایستایی و نایستایی با هم مقایسه کنیم به چه شکل میشه. اینجا نتایج رو به صورت خلاصه داریم میبینین.
این دوتا کروی که پایین هست برای سیل برای 24 ساعته و 6 ساعته منحنی ریترن لیول نسبت به ریترن پریود رو نشون میده، که در واقع میگه برای هر ریترن پریودی مقدار بارندگی 6 ساعته یا 24 ساعته ما چقدر هست. تا قبل از این سیل اخیر بارندگی 100 ساله ما در این منطقه مقدار 117 میلیمتر بود، یعنی بدون در نظر گرفتن تغییرات زمانی و هر چیزی. همین یک بارندگی که ما مشاهده کردیم در سال 2019 میزان سیل 100 ساله ما رو تغییر میده به 127، افزایش میده با در نظر گرفتن تغییرات نایستایی. این قضیه خیلی مهمی هست به خاطر اینکه ما معمولا این منحنی هامون رو مرتب آپدیت نمی کنیم و در نظر نمی گیریم که خب حالا این اتفاق افتاد، شاید لازم باشه ما مجددا برگردیم و تعریفمون رو از بارندگی 100 ساله یا سیل 100 ساله عوض کنیم، که میتونه تبعاتی داشته باشه برای مثلا ریسک برای سد هامون، برای لوی ها، برای سیلاب های شهری و غیره. این شکل هم خلاصه ای از همون نتایجی که اشاره کردم، تغییرات سیل 100 ساله تو جاهای مختلف نشون میده برای آمریکا، مشابه همین کاری که اشاره کردم فقط در نقاط مختلف آمریکاست. خب تغییرات بعضی جاها بیشتره بعضی جاها کمتر، و یکی از همکاران سابق که پست‌داک بودن اینجا، دکتر ملاکپور، هم اثر این رو روی ریسک سدها بررسی کردن که حالا امروز فرصت ارائه اون نیست. اگر یادتون باشه گفتم در این مدلی که ما دیولپ کردیم، غیر از اینکه ما به تغییرات نسبت به زمان میتونیم نگاه کنیم مثل این مورد، میتونیم عوامل فیزیکی رو هم در نظر بگیریم. یکی از عوامل فیزیکی مثلا همون توسعه شهری است. شما یک حوزه رو در نظر بگیرین که در اون توسعه قابل توجه شهری اتفاق افتاده و اصلا تغییرات اقلیمی رو مثلا فرض کنیم نیست، ما فقط داریم به تغییرات سطح زمین، اون کاربری اراضی نگاه میکنیم. یه سوال ممکنه این باشه که اگر ما داده های آماری سیل ما داره عوض میشه و تغییراتی در بارندگی ما نیست، خب ممکنه به خاطر شهرسازی یا توسعه شهری یا صنعتی باشه، ولی ما خیلی روشی نداریم که بیایم اثر اون بحث شهری رو، تغییرش رو روی اصطلاحاً flood frequency curve در بیاریم. این روش ما، همین مدل پرونیوا، به ما این اجازه رو میده که ما تغییرات شهری رو به صورت یه پارامتر فیزیکی بیایم وارد مدل کنیم، یعنی مدل نایستایی انجام بدیم که به جای زمان تغییرات کاربری اراضی رو به عنوان عامل فیزیکی بهش نگاه میکنه. ما یک دیتایی از یه منطقه‌ای داشتیم که فرگوسن کریک، که در اونجا تست انجام شده، یعنی جایی است که به مرور کاربری اراضی انجام شده و مثلا شهرسازی منطقه شهری از 37% به 62% رسیده و تغییرات سیل به مرور زمان آنالیز شده و این به ما این اجازه رو میداد که بیایم بگیم که خب سیل 50 ساله به خاطر تغییر کاربری اراضی چجوری عوض میشه. باز هم این قضیه ای هست که ما به طور ما میدونیم که کاربری اراضی تاثیر میذاره، ولی نمیایم مستقیما اثر اون رو روی فرض کنین سیل 50 ساله یا 100 سالمون نگاه بکنیم. تو این مورد خاص مثلا یه تغییر 25% ما داشتیم به خاطر بحث توسعه شهری در این حوزه کوچیک. حالا چرا این برای ما مهمه؟ همونطور که گفتم تو این مورد خاص ما بحث زمان نداریم، درست تغییرات اربانیزیشن در زمان داره اتفاق میفته، ولی پارامترهای ما به جای زمان تابعی از اینجا XAU در واقع اربانیزیشن هست، یه پارامتریه که تابعی از fraction of urban area در این مورد خاص. چرا این قضیه مهمه؟ در همون مثال گلستان که عرض کردم، دیتاهای ماهواره‌ای نشون میده که ما در یک دوره نسبتاً کوتاه، تقریبا 10 سال، ما 11% جنگل‌های بالا دست منطقه سیل رو از دست دادیم. فقط در همون منطقه بالا دست 11% جنگل از دست دادیم.
که مقدار بسیار بسیار قابل توجهیه، اون هم به خصوص که در یک دوره نسبتا کوتاه این اتفاق افتاده. خب حالا این تا چه حدی اصطلاحا فلات فریکونسی یا سیل 100 ساله 50 ساله ما رو عوض میکنه؟ ما جوابی الان برای این سوال نداریم، مگر اینکه به همین شکل بیایم اثر کاربری اراضی رو مستقیما جدای از بقیه مسائل، جدای از تغییرات اقلیمی و غیره، به طور مستقیم روی این قضیه نگاه بکنیم، که البته من ندیدم الان هنوز انجام شده باشه. اجازه بدین یه جمع‌بندی کوتاهی اینجا بکنیم تا اینجای قضیه و بعد یه مقدار در مورد بعضی موضوعاتی که شاید جالب باشه برای کار کردن بپردازیم. فکر میکنم لازم نباشه حالا من همه اینا رو بخونم، ولی به طور خلاصه امیدوارم قانع شده باشین که درست ما تقریبا بیشتر مدل هایی که امروزه استفاده میکنیم تغییرات زمانی و مکانی اکستریم ها رو در نظر نمیگیره، ولی ما انقدر شواهد از سراسر دنیا داریم که واقعا لازمه که فکر کنیم به مدل های نایستایی و روش هایی که تغییرات حالا انسانی مثل تغییرات توسعه شهری، جنگل زدایی و غیره و همچنین تغییرات اقلیمی رو تا حدی وارد این مسائل اکستریم ولیو انالیسیس بکنیم. کار خیلی زیاده، مثلا همین آپدیت کردن منحنی های شدت مدت الان خیلی جاها دارن در موردش صحبت میکنن و البته هر جایی ممکنه لازم باشه مدل خودش رو دیولپ کنه. ظاهر کار ساده است، پیچیدگی های زیادی داره و خیلی جاهای کار در این زمینه وجود داره، به خصوص بحث های مربوط به عدم قطعیتش. یه مقدار در ادامه وقتم اگر فرصت باشه هنوز میخوام در مورد یه سری دیتا ها و تول باکس هایی که هست و شاید اون کسایی که دنبال موضوع تز میگردن بتونه کمکشون بکنه خیلی خلاصه یه توضیحاتی بدم. ما چند تا دیتا ست مختلف اخیراً به صورت آنلاین گذاشتیم که در دسترس همه هست و خیلی از این دیتا ها مثلا تو ایران یا بعضی جاهای دیگه تقریبا استفاده نشده یا خیلی کم استفاده شده. یکی دیتا ست گلوبال هیت ویو دیتا هست که دکتر مشتبه صادق همکار خوب تهیه کرده و یک گلوبال دیتا خوشسالی هست با ایندیکیتورهای مختلف و همچنین یه چیزی که نسبتا هم جدید هست، بحث خوشسالی برفی یا سنو دراوت که اون هم یه دیتا باز هم گلوبال هست که البته برف همه جا نداریم ولی مناطق برفگیر که آماری از مناطق برفگیر در 30-40 سال گذشته میده. به طور خلاصه اون دیتا هیت ویو یا GHWR یک مالتی متد هست، یعنی تو این حالا یه پیپری هست اینجا که اینو توضیح میده و خود دیتا هم آنلاین هست. غیر از اینکه دیتا در دسترس هست، یک تول باکس هم هست که خیلی سریع به شما اجازه میده که مثلا هیت ویو رو برای یک مختصات خاص در بیارین یا برای یه منطقه خاص. بحث هیت ویو برای ایران خیلی مهمه، حالا مقالاتی هم اتفاقا هست توش ولی اگر نگاه بکنیم به نسبت خیلی کم، به طرز عجیبی کم روی هیت ویو کار شده برای جایی که هیت ویو انقدر مهم هست، به خصوص ارتباطش با مسائل دیگه مثل خوشسالی یا حالا چیزهای دیگه خیلی جای کار داره و شاید بعضی علاقه داشته باشن از این دیتا استفاده کنم. هم کل دیتا و حتی کد دسترسی به دیتا هم آنلاین هست. مدل خوشسالی برفی که گفتم باز هم از طریق این لینک در دسترس هست، همه اینا هم پیپراش هم حتی در وبسایت شخصی من در دسترس و قسمت‌های برفی ایران هم شاملش میشه. برف یکی از مسائلی است که واقعا مطالعه کم شده درش در منطقه هم ایران و هم منطقه یوراسیا و سنترال آسیا، هم سورس خیلی مهم آب است و همین که به نسبت بقیه عوامل واقعا تحقیقات خیلی کمی روش انجام شده و خیلی خیلی جای کار داره، به خصوص ارتباطش با چیزهای دیگه مثل بحث خوشسالی یا موج گرما و غیره. در زمینه تولز و سافتور پرونیوا رو که معرفی کردم، غیر از اون دو تا پکیج دیگه هم توی وبسایت من هست، البته چیزهای دیگه هم مثلا این دوتا رو میخواستم اشاره کنم، یکی مالتی والیت کاپیل انالیسیس تول باکس یا ام وی کات و مالتی هازارد سناریو انالیسیس تول باکس. این دوتا برای
آنالیز حوادث طبیعی ترکیبیه، موقعی که حداقل دو تا عامل مختلف داریم که با هم اصطلاحاً اینتراکت میکنن، مثل هیت ویو، مثل موج گرما و خشکسالی. ورژن اول MVCAT خیلی کلی دیولپ شده، برای هر چیزی میشه استفاده کرد. مالتی هزارد سناریو بیشتر برای اصطلاحاً جوینت ریترن پریود ریترن لول کرو، یعنی مثلا شما اگه دارین به سیل های ساحلی نگاه کنین، میتونین به سیل از بعد سطح آب اقیانوس، دریا و رودخونه‌ای که به دریا میریزه همزمان نگاه بکنین. به عنوان مثال در واقع ورژن اول به شما دیپندنس رو میده، ورژن دوم ریترن پریود ریترن لول کرو رو بر اساس حالت مالتی وریت نشون میده. به عنوان مثال، این یه مثال استفاده که ما از همین تول باکس کردیم برای آنالیز برف که در مجله PNAS در 2018 چاپ شد، که در واقع نشون میده ما در کالیفرنیا ریسپانس برف یا آب معادل برف برای لول های مختلف گرم شدن منطقه چقدر است و بر اساس دیتا های هیستوریکال هم هست. یعنی ما برای ابتدا میایم به ارتباط بین برف و دما نگاه میکنیم و از روی اون ارتباط میایم میگیم که توزیع برف ما وقتی دما تقریبا یک درجه بالاتر از نرماله میشه خط قرمز، تقریبا یک درجه کمتر از نرمال میشه خط آبی، و اختلاف توزیع برف رو به ما در فصل گرم و سرد میده. یکی از نتایج جالب این کار که خیلی هم مورد توجه قرار گرفت این بود که نشون میده حتی یک درجه یا دو درجه تغییر در دمای متوسط میزان آب معادل برف رو تا 20% ممکنه جابجا کنه، که خیلی قابل توجه است، به خصوص که ما پروجکشن های دمامون برای مناطق برفگیر بعضی جاها 5 درجه، 6 درجه، 7 درجه سانتیگراد است. یک موضوع دیگه‌ای که میتونه خیلی جالب باشه برای کسایی که دنبال زمینه کاری میگردن و جدیداً خیلی داره مورد توجه قرار میگیره، این اکستریم های ترکیبی هست که مثلا خشکسالی اتفاق میفته، خشکسالی همزمان ممکنه با موج گرما باشه، یک منطقه خشک ممکنه بارند، ممکنه آتش سوزی توش افزایش پیدا کنه، بارندگی رو مناطق سوخته میتونه ایجاد دبری فلو اصطلاحاً یا اون سیل‌ها و رسوب خیلی بالا ایجاد بکنه، که در این مقاله در مورد انواع مختلفش ما توضیحاتی داریم و زمینه خیلی قابل رشدیه و جای کار توش خیلی زیاده. یکی از مثال‌هاش مناطق ساحلی هست که ما معمولاً وقتی میخوایم سیل رو یا ریسک رو آنالیز کنیم، به مثلا فرض کنین سیل رودخونه‌ای نگاه میکنیم، سیل اقیانوسی نگاه میکنیم، ولی در نظر نمیگیریم که این دوتا با هم میتونن ترکیب بشن. خیلی جاها وقتی سطح آب بالا باشه، حالا به خصوص که سی لول رایز هم ما داریم، افزایش سطح آب دریاها، هر چقدر سطح آب دریا بره بالا، آب کمتری از رودخونه میتونه وارد اقیانوس بشه و سیل میتونه تشدید بشه. مسئله ای که در کودها و در استانداردها اغلب در نظر گرفته نمیشه، در آمریکا هم حتی در نظر گرفته نمیشه، و ما الان در حال دیولپ کردن کود برای این موضوع هستیم. کود منظورم استانداردی برای در نظر گرفتن این قضیه. خب این MVCAT به شما این اجازه رو میده که همکار خوبم دکتر مفتخری که الان در دانشگاه آلاباما استاد شدن، هم در این زمینه خیلی کار کردن و اومدن مدل هایی رو ارائه دادن با همین MVCAT که شما چطور اثر درایور های مختلف رودخونه و دریا و یا حتی بارندگی هر سه تا همزمان روی سیل های ساحلی رو بتونید نگاه بکنید. و در آخر یک پکیج دیگه هم هست در وبسایت، قسمت سافت ویر که بهش میگیم نفیو یا نکسس اف فود واتر انرژی، صادق اتال توی سال 2020 چاپ شده و به شما اجازه میده که روی بحث غذا، آب، انرژی و اینکه تغییرات اینها و چه شکل هست، چه محصولی چه مقدار آب در کدوم کشور احتیاج داره، و خود دیتایی هم که برای این استفاده شده گلوبال هست و خود دیتا هم آنلاین هست و شما مثلا میتونین باهاش به مقدار برداشت آب
در فرض کنید ایران نسبت به کشورهای دیگه نگاه بکنیم که سهممان به طور متوسط در سال نسبت به سایر کشورها در چه حدی است، مقدار آب برداشت آب کشاورزی پایین سمت چپ که باز منطقه خاورمیانه رو مثلا شما میتونید با بقیه جاهای دنیا مقایسه کنید، بحث انرژی به همین ترتیب، مقدار کل انرژی و انرژی نسبت به میزان برداشت محصول باز هم همونطور که میبینین در منطقه ما متاسفانه خیلی خیلی بالاست، یه چیزی شبیه مناطق سردسیر دنیاست که اصلا برای منطقه ما منطقی نیست. و این هم یه خلاصه ای از همین دیتاهایی که عرض کردم در پکیج نفیو هست که در محور ایکس در واقع میایم نشون میدیم که چه مقدار انرژی برای هر کیلوگرم تولید محصول استفاده میشه و چه مقدار آب برای هر کیلوگرم محصول. هر چی شما پایین سمت چپ باشین بهتر، هر چی بالا سمت راست باشین بدتره. و البته مقدار تولید هم تو اینجا با این تغییرات رنگ از قرمز تا آبی نشون داده شده. همونطور که میبینیم بعضی کشورها هستن محصول زیادی تولید میکنن، رنگ سبز یا آبی دارن و زیر این دوتا خط توصی هستن. این خطای توصی متوسط مصرف انرژی جهانیه و متوسط مصرف آب جهانی. خیلی ها محصول زیادی تولید میکنن، زیر متوسط هم آب مصرف میکنن. خیلی از کشورها از جمله ما مقدار محصول خیلی کمی تولید میکنیم ولی همچنان بیشتر از دو برابر متوسط جهانی آب و انرژی مصرف میکنیم. این دیتا خیلی جای کار کردن داره و اونجوری که باید هنوز از اونها استفاده نشده برای کسایی که علاقه مندن. من فکر میکنم همینجا صحبت رو تموم کنم. خوشحال میشم اگه سوالی چیزی باشه جواب بدم. اینم عکسی از دانشجویان گروه، البته بعضی از جدیدها الان در این تصویر نیستن. در هر صورت همه کارهایی که انجام شده کردیتش برای دانشجویانی که کارها رو به عهده داشتن و من این افتخار رو داشتم که باهاشون همکاری کنم.